سلام رفقا، من نیا متقی هستم و این بار به اسنوکر شو خیلی خوش اومدین. کانال قبلی و متاسفانه با 10,000 مخاطب از بین رفت. اینکه چرا رفت و چی شد که رفت و این داستاناش مهم نیست، مهم اینه که الان من و شما توی این کانال جدید با هم دیگه هستیم، قرار برنامه ها رو ببریم جلو، کلی مسابقه خفن پیش رومون هست و مثل همیشه شما حمایت بکنین، من براتون تولید میکنم، با هم دیگه لذت ببریم بی معطلی. بریم سراغ این ویدیو جذاب بین امیر سرخوش و سیاوش مزینی توی فینال مسابقات شیش توپ. کلی اتفاق عجیب و غریب قرار رقم بخوره. یکی از بچه‌ها برام بیسشو گفته، نه نتیجه رو گفته بهم، نه اینکه چه اتفاقاتی رقم میخوره. گفتم چه بهتر، دادم دست بچه های ادیتور، کار ادیتش انجام شد و بشینیم با هم دیگه این بازی جذاب رو تماشا بکنیم. خیلی مخلصیم. خب، چیزی که روی تصویر داریم مشاهده میکنیم، من تمام اطلاعات رو به شما بدم برای ساله، بزنین رو بخونم که اشتباه نگم. این مسابقه مربوط به فیناله مسابقات شیش توپ آسیایی سال 2022 توی کشور مالزی داره برگزار میشه. قشنگی ماجرا اینه که بین دوتا ملی پوش، دوتا رفیق خوب من، امیر سرخوش و سیاوش مزینی داره برگزار میشه. خب نکته اول، خب خیلی جذابه که دوتا ایرانی دارن فینال اسنوکر آسیایی رو برگزار میکنن و دوتا رفیق، دوتا همتیمی هم دارن با هم بازی میکنن. شاید الان تو ذهن کسایی که آماتور باشن بگن که این افراد چون حالا با هم رفیقن بازشون جدی نیست فلان بیسار اینا، نه اصلا ابدا، اصلا فراموش کنین، بازی فینال جفتشون با اینکه رفیقن ولی دوست دارن که کارنامه قهرمانی رو توی پرونده خودشون ثبت بکنن. فردا ازش نمیپرسن با به رفیقت باختی دوم شده یا که بالعکس، فقط میپرسن مقامت چیه و اینکه کاملا هم دارن با هم دیگه جدی بازی میکنن، شک نکنید. و بریم با هم دیگه ببینیم که نتیجه بازی شیش توپ سیاوش مزینی و امیر سرخوش چی میشه. تا اینجا امتیازش 9 فریم هم هست، هر کس 5 فریم ببره بازی رو برده. های بریکش هم بچه ها اگه میخواییم بدونید، های بریک 75 6 توپ و همین 12 6 هم سیاوش جلوه توی این فریم. کنم داد توپو بهش، نه داور بود حدسه که خب اختلافی با هم دیگه ندارن. 12-6 ببین نظر سن و تجربه که خیلی به هم نزدیکن. از نظر تجربه من فکر میکنم یه کوچولو امیر تجربهش بیشتر از سیاوشه به خاطر تعداد مسابقهی که شرکت کرده، ولی سیاوش هم خیلی مسابقات بین المللی رفته. سر سوزن بعد بگیم تجربه امیر بالاتره، یعنی اونقدر فاصله زیاد نیست، نمیتونم بگم خیلی کم خیلی زیاد، خیلی بگم مثلا زیاد نیستش. اوکی، اینجا امیر سرخوش فریم اول رو از سیاوش میبره. بریم به سراغ فریم دوم. بچه قبل از اینکه این بازی تموم بشه، اگر واقعا نتیجه این بازی رو نمیدونید برام بنویسین که امیر میبره یا سیاوش. و بی نهایت هم بچه بدونید برای شروع کانالمون به لایک و کامنت و سابسکرایب شما نیاز هستش برای رشد سریعتر کانال. حالا دیگه خودتون میدونید که چی کار باید بکنید. اوکی،
حمله نمیکنه اینجا امیر و مشکی هم یه جورایی اومد دم، نه دم پاکت نیست. یه ضربه سیف خوب از سیاوش. نه نتونست اثبات بکنه. اوه نه، مشیو ننداخت، مشیو ننداخت. شد شانزی اول مشکی نیفتاد امیر. خب حالت اسنوکر خارج میشه و بچه توی این کانال جدیدم تمام تلاشم میکنم تمام نکاتی که شما تو کامنت ها نوشتین و قول معروف کامل و دقیق اجرا بکنم. صدامونم که میبینید چقدر تغییر کرده، این همه کلی قصه پشتشه. خب باز هم یه ضربه سیف خوب از هر دو بازیکن داره زده میشه. چلاب با رست سیاوش توپ خوب میزنه، با مشکی میاد پشت توپ قرمز بعدی. بچه یه چیزی به شما بگم، همیشه یادتون باشه آبی ستون بازیه و آبی ستون بازیه و اینکه خیلی مهمه سر جاش باشه. جایی که گیر میکنید بی نهایت به دادتون میرسه و میتونید که بریکتون رو افزایش بدین. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ سعی کنید توپ آبی رو یه جوری پات بکنی، یه جوری وسط میز نگرش دارین، به کارتون میاد مطمئنا. کنم بچه ها ماسک شد. آره شد، ولی از پشت زد و خارج شد از این حالت. حالا میونه بازی امیر سرخوش و سیاوش، اینو به شما بگم که فدراسیون جهانی به شدت یک موضوع عجیبی و تا چند وقت دیگه درگیرش میشه، اونم خداحافظی سالیوانه و معلوم نیست چه بلایی سر این ورزش بیاد بعد از سالیوان. هیچ کس نمیدونه. چی بگم؟ قطع به یقین که چیز داره، ریزش مخاطب که داره. اوکی یه فزیر خوب از سیاوش مزینی، ولی خب مارادونا هم یه روزی از فوتبال خداحافظی کرد، این حرفا رو اون موقع هم میزنه. ولی خب هی بازیکن‌های جدید اومدن، هی آپدیت های جدید شد و مخاطب خودش رو پیدا کرد. شاید یه تایمی نزولی باشه بیننده ها، ولی مطمئنا دوباره شکل و شمایل خاص خودش رو میگیره. اینجا چه توپی میزنه سیاوش مزینی؟ ببینیم سراغ آبی میره. نه فریم شده، فریم، نیازی به توپ آبی هم نداره اگر فریم نشه و میزنه برای یه سباند میدل پاکت. سباند میدل پاکت، سباند میدل پاکت، چه پنجی زد. اوه 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 چه پنج سم میزد سیاوش مزینی. یه هفته یه مشکی فلوک و اینجا هم بریک میکنه و توپش میافته. خب برابر یک خشنش خشنش. بعد اینم یادتون باشه بچه ها، اتفاقا برخلاف این که شما فکر کنی همتیمی هن و رفیق صمیمی هن و تو تیم ملی با همن، اصلا شک نکنین که اینجا دارن صدشون رو مقابل همدیگه میذارن ها. و اصلا درستش هم همینه ها، یعنی من اگر غیر از این بازی میکردن اصلا به دلم نمیشست. اوه 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 سیاوش مزینی یه فلوک خوب میزنه. نه ادامه نمیده، شاید نداشته بچه ها، یعنی اصلا از این فازها بیاین بیرون که نخواسته بزنه، مطمئنا موقعیت خوبی نبوده برای زدن. آن راستی اینم بگم، اصلا اجازه هم ندارم شل بازی بکنم با هم دیگه، اینم در نظر بگیرید که
فدراسیون بهشون، فدراسیون جهان، فدراسیون آسیایی بهشون گیر میده. باید درست بازی میکنن با هم دیگه، برای همینم هم بازیکنها اصلا شل بازی نمیکنن با هم دیگه، به خاطر اینکه هم تیمی هستن. اوکی، بریم ببینیم که چه اتفاقی دارن. بهترین سیف بچه برای این نوع ضربات همینه، عشان دقت بکنید. اسنوکر شد، اسنوکر شد. اگر بیاد کنار، نه نخورده که دوباره اورجینال پوزیشن اعلام میشه. خب همین اینجا سلام میبینه که به این حالت این ضربه سیف رو بزنه. نه، 99% حمله نکرد سیاوش، چون خیلی اختلاف بود. فقط میخواست کیوبالش رو بیاره بالا تا یه موقعیت از امیر بگیره. این توپ اگر بره خیلی داستانه، اگر نیفته. واه، افتاد. اگر یه مسیر خوب میرفت پشت سبز داستاندار میشد قصه. یه ضربه دو منظوره از سیاوش. خب اینجا یه کوچولو شانسم امیر رو همیاری میکنه. یه ضربه خوب از سیاوش، فکر میکنم موقعیت خوبی به دست میاره اینجا. دوتا توپ آزاده، آزاده. بله، توپ سختتر اول میزنه. اینجا یه آبی خوشگل داره، ببینیم میکشه برای اوکی، برای توپ زرد. کنم پاوریج زیاده، پاوریج زیاده، بله مشخص پاوریج زیاده. سوال بپرسم بچه، صدای پات کردن میاد، مگه اینجا سالن نیست؟ بازی هم که فیناله، چی داره برگزار میشه اون طرف؟ میشنوی شما هم صدای اونورو؟ واه، یه لانگ شات دیگه از سیاوش مزینی. یه تکونم میده، یه کنون. تکون چیه؟ یه کنونم با توپ زرد. اوه، بله دوباره لانگ شات. لانگ شات های تمیزی داره میزنه سیاوش توی مسابقه. کلن لانگ شات باید خیلی روش کار کنی رفقا، به شدت نجاتتون میده دیگه. نمونه بارزش حسین وفایی رو میبینید که با تمرین لانگ شات زیاد چقدر از حریفای خودش رو تونسته تا الان ببره و نجاتش داده و باعث پیروزیش شده. اوکی، بریم به سراغ فریم چهارم. تا اینجا بازی بازی قشنگ و سرحالی بوده. بچه یه چیزی به شما بگم، و ضربه دو منظوره زدن، اینو میگم برای کسی که آماتور هستن بدونن، اصلا ترسو بازی کردن نیست. این یک سیستم دفاعی، یک استراتژی بازیکن داره. سیاوش هر چی فلوک بلد بوده تو این بازی استفاده کرده و زده. یا خدا، ولی خب بازی زیر سوال نمیتونید ببرین، چون لانگ شات هاشو دیدین، بریک هایی که میزنه رو دیدین. بالاخره بازیه دیگه، میچرخه. میتونست این اتفاقا واسه امیر سرخوشم بیفته و هزاران نفر دیگه، و اینجا میس میکنه توپ مشکی رو. یه چیز خیلی خوب از امیر سرخوش یاد بگیرین، از صورتش، از راه رفتنش، از حرکات بدنش ببینید. بسیار بسیار امیر خونسرد بازی میکنه. ریتم ضربه زدنش رو ببینید. عقبم حسن یک فریم.
یکی از دلایلی هم که تا الان این همه قهرمانی اوورده این یک دست، همیشه امیر توی هر مسابقه شرکت کرده مدعی قهرمانی بوده به خاطر اینکه بازیش یک دسته. اینجا هم یک جای گیر میکنه سیاوش، بار فکر کنم سوم بود اگه اشتباه نکنم از این حالت خارج شد. منظور از اینکه یک بازیش یک دسته یعنی ثبات داره بازیش، یه روز عالی نیست یه روز خیلی بد، منظورم اینه. و این از مطمئن باشه از چیدمان ذهنی میادش. اوکی ببینم فکر کنم بچه ما ماسک شده. بله نه ماسکی نیستش که بخواد امیر رو اذیت بکنه. راستی خیلی برای من کامنت میذاشتم میگفتم مثلا تو طرفدار ایکسی ایگرگ، حالا ایرانی خارجیشو کاری ندارم، من تمام تلاشمو میکنم مثلا این اتفاق تو نقد و بررسی ها رقم نخوره، به خاطر اینکه هنر طرف مقابل میره زیر سوال اگه شما طرف یه نفر باشید. تا اونجا که بتونم سعی و تلاشمو میکنم بیطرفانه، حتی الان که دو تا از رفیقای خوبم رو میز هستن بیطرفانه باشه. کلا اوکی اوکی سیاوش یه جورایی میتونم بگم از نوع ضربه زدنش و بازی کردنش خیلی با انگیزه تر داره نشون میده و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. 3-1 اینجا جلو هستش. هر کس 5 فریم ببره بازی رو برده. فعلا جای بعدی گیر نکردن مگر اینکه اینجاست. بچه همینا ببین صرفا زدن توپ نیست، باید به مسیر حرکت کیوبال هم توجه بکنی. اینجا یه توپ خیلی خوب میده به امیر و قاعدتا ببینیم امیر چی کار میکنه. جمع کردن این میز برای امیر فکر نمی کنم کار سختی باشه چون میز بازه، دو تا توپم الان داره که بزنه. خب زاویه جوری بود که نمیتونست نگه داره. 23 امتیازم کسب کرد. 24 31 این قرمز هم اگر بزنه الانش هم فریم ها، ولی نه 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 فاصله زیاد شد، فاصله زیاد شد. نه تمام اینو در نیاره که اوه 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 او. ماسک شد؟ نه ماسک نشد، ماسک نشد، ولی میز به شدت شرایطش خوبه برای ماسک کردن. مثل همینجا نه 100% شده، ولی اگر بغل اولا که اورجینال پوزیشن نداره خوردش، اورجینال پوزیشن نداره به خاطر اینکه اختلافشون بیشتر از میز هستش. اوه 43 خیلی بیشتره، 35 تا رو میزه بچه ها. خیلی خیلی شرایط پوزیشن توپای سفید توپای رنگی برای ماسک کردن عالیه. ببینیم چیکار میکنه سیاوش.
نه به صورتی میخوره و در میاد. آخه از اون برای قصه هم باید توجه بکنیم که امیرم به این سادگی ها نم پس نمیده به قول خودمون. خب اینجا یه اف پیچ میزنه امیر که شرایط نه 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 خیلی مونده تا بخواد ماسک بشه. آها 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 این خوبه، این ضربه خوبی بود. نه ولی نشد، یه پیچ کوچیک میخواد. ببین اگر یه جایی باشه قرمز و با مشکی بزنه، من فکر کنم اونجا باید یه دونه میزد. شانسی میاره اینجا. نه نشد نشد. چه ختم جلسه. امیر توپیو که باید بزنه رو میزنه. تمام تمام 3-2 شدن. بازی قشنگی بوده. امیر سرخوش عصبانی می شود. باریکلا باریکلا چه سبزی زد. اوکی بچه معمولا چون بریک بالا نیست نمیرن دیگه مشکی رو بزنن، خیلی سلیقه‌ای این کار، غلط و درست هم نداره. خب یک فریم عقب همچنان سیاوش، میگم سیاوش امیر. بچه نتیجه رو حتی میتونیم بنویسه، علاوه بر اینکه کی میبره، مثلا چه بنام مثلا بزنید سیاوش میبره چه بنام 5-2، چه بنام امیر سرخوش میبره ایکس ایگرگ. اوکی خب این دو منظور است. ببین این دو منظوره خیلی خوبیه. او خوبه در صورتی که گیر نکنه. آه یک ضربه استان، چه ضربه است؟ بعد اینو دربارش صحبت کنیم. میبینید استان موقعی که ضربه میخوره نه چرخش به سمت جلو داره کیوبال نه به سمت عقب، فقط توی زاویه تانجانت شروع میکنه به حرکت کردن نسبت به اون زاویه، نسبت افهی که بهش دارید. بله اینجا سیاهش داره استفاده میکنه از این موقعیتی که از امیر گرفته. سی و نو قطع به یقین ادامه میده. چرا ادامه نده؟ 35 تا یه دونه دقیقه خطا میخواد. بچه کلن سعی کنید از کلمه پیتوک استفاده نکنید. پیتوک کلمه نمیتونم بگم غلطه یا اشتباهه، ولی پیتوک نگید. پیتوک کلمه روسیه، خطا فول. ولی همون بگیم مثلا الان بگیم یه دونه خطا میخواد، پیتوک میخواد. هم تو اینجا جالب نیستش. نه 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 بد زد بد زد بد زد. بدتر از اون سیاوش زد. چرا یه همچی توپی رو نتونستن جفتشون بزنن؟ فشار بازی زیاده ها، مگر نه 100 بار بذاریم میزنن بچه ها. این بازی خیلی فرق میکنه شرایطش. چون چسبید به باند آسون تره. نه 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 خارج نشد خارج نشد. اون 4 تا خطایی که گفتم و گرفت. الان رو میزه. یعنی اگر امیر همه توپا رو بزنه، مشکی رو باید دوبار بزنه مگر اینکه یه دونه خطای دیگه هم بگیره. نه بله بله تمام.
سیاوش توپی رو که میخواست رو به دست آورد و فریم ششم رو هم برد. چون من میزا رو نمیتونم، حالا اینجا سایه هم هستش، من میزا نمیتونم ببینم چیه، ولی اگه شما میدونی بچه برام میز رو بنویسین چیه. قطعا که استارک نیست، شندر هم اگر باشه شندر این شکلی نیست. اگر میدونید میز رو حتما برام بنویسید، ویراکو هم که بعید میدونم، ولی میز خوبیه. اوکی، اینجا یه ضربه خوب از امیر سرخوش. بوم، نه میخنده امیر. هیچ موقعیتی گیرش نمیاد، فکر کنم قرمزم گذاشت دم پاکت. توپ توپ سختیه قطعا. نه میگم توپ توپ سختیه، زدن اون توپ سخته. 16 امتیاز بیشتر نتونست امیر کسب بکنه. اینجا رو کیوالو کیوالو نه، لانگ شاتی که میزنه نمیافته. دوباره موقعیت برای امیر، بازی داره قشنگ میشه، هر لحظه بازی داره قشنگتر میشه. بچه منم چرا میرم تو دل بازی، موهای تنم دوندون میشه. میرم یه حسی ها. خب 28 امتیاز دوباره، 24 امتیاز اختلافشونه، 25 امتیاز ببخشید. هیچ، همچنان میتونه سیاوش پات بکنه، هیچ مشکلی هم نیست. ببین بچه، اصلا همین ضربه که سیاوش زد هزار مدلش رو میشه زد. ولی بازیکن تو اون لحظه چه لانگ شاتی میزنه امیر سرخوش، تو اون لحظه تصمیم میگیره اون کار رو انجام بده. نه سیاوش سیف قوی نکرد، از اون طرفش امیر به شدت لانگ شات خوبی زد. 4 تا کم 33، دو تا میخواد، دو تا خطا و بگیر از سرخوش. نه فلوک هم نمیشه. ایده خوب بود، پاور کمه، این توپ زرد انقدر راه نمیره. تمام. 4-3 امیر سرخوش، یه فریم عقبه. سیاوش فقط یه فریم میخواد تا قهرمان 6 توپه آسیا بشه. سیاوش دو فریم، میگم سیاوش، امیر دو فریم. اوکی، بریم به سراغ فریم هشتم. بازی هر لحظه داره هیجانی تر میشه و حساس تر میشه. اول بازی به شما گفتم اصلا 1% هم فکر نکنید که دارن دوتا رفیق با هم دیگه بازی میکنن، کاملا دارن زورشون رو میزنن. اوه، باریکلا باریکلا باریکلا، امیر ضربه خیلی خوب میزنه. سیاوش هم خوب خارج شدی. بله خوب خارج میشه. فکر کنم بعد بچینم بازی رو. بله خوشتون اومد. سری به شما با توجه به تجربه و شناختی که دارم بچه هیچی، ببینیم قصهش هم اینطوری. اگه میخوایم بدونیم که مساوی در اسنوکر چه شکلی میشه، این یه بارم توی پست ها توضیح دادم، اگر بعد از 3 ضربه اتفاقی روی میز نیفته و
هیچ اتفاقی روی میز نیفته، معمولا 99% میزو از اول میچینن و دوباره شروع میکنن. توی بازی‌های جهانی پیش میاد این موضوع، گره میخوره دیگه، نه اون قرار میخواد خارج بشه نه اون یکی، نمیتونن تا صبح هم وایسن که، میرن سری سراغ فریم بعد. اوکی اینجا ببینیم آیا سیاوش این همون توپی هستش که قهرمان آسیا بکنه یا نه، توپش تو دهنه پاکت وای میسته و اینجاست که امیر بعد ببینیم چی کار میکنه. نه نه او 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 او. همین نشستنه امیر این گواهو به شما میده که داره سرشو میذاره، یکی پس از اون یکی دارن بدشانسی میارن جفتشون. خب توپ دست امیر افتاد دوباره. میز مدرسه ای و کلاسیکه. ببینیم که پس رنگی ها برمیاد امیر که قطعا باید بر بیاد. اوه 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 فهمیدین چی شد؟ شوخی 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 رفتیم به فریم دیسایدر. این فریم قشنگه، با دو باند میاد پشت صورتی و نمیزنه، حالا مهم نیست. بریم به سراغ فریم دیسایدر ببینیم که آیا امیر سرخوش قهرمان 6 توپ آسیا سال 2022 مالزی میشه یا که سیاوش مزینی. خیلی حساس و خیلی سخته، اصلا سبک 6 توپه خیلی سخته بچه ها. یه کنون کرد، نه شانسی میاره امیر سرخوش این ور پشت سبز گیر نکرد. کوچکترین اشتباه شانس قهرمانی رو ازشون میگیره. توپو میکاره تو دهنه پاکت و توپ اول رو امیر سرخوش میزنه. اینجاست که دیگه باید تموم کنه کارو. البته اینو به شما بگم، ما یه توپ عجیب گیر داریم و بغل توپ قهوه‌ای که همین الان امیر بهی ضربه زد. اوکی اتفاق خاصی نمیفته، 8 امتیاز بیشتر کسب نمیکنه. اوف 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 اوف. یه لانگ شات جوندار دیگه از سیاوش. نه سیاوش هم یه تک و مشکی، یه قرمز و مشکی بیشتر نصیبش نمیشه از این شکار. کنم بخوره؟ نه نه گیر کرد. سیاوش توی تله اسنوکر سرخوش گیر کرد دوبار. نه بار سوم بچه اگر اشتباه نکنم ذهنم یاری بکنه، بعد از سه بار خطا توی شیش توپه فکر کنم بالین هند میشه. این الان حضور ذهن ندارم، اگر میدونید برام بنویسین، اگر نه که من باید برم دوباره نگاه بکنم به قوانین. فکر میکنم همینه بچه ها، چون تو شیش توپ میدونم که بی نهایت نیستش اورجینال پوزیشن. اوکی بریم به سراغ بازی هشت. یه تو دهنه پاکت بازی میکنه، میافتاد فکر کنم بهتر بود.
اما بریم که سیاوش اینجا دوباره یه ضربه میتونیم بگیم ضربه خوب، چون قرمز رو آزاد کرد، برابر 16 شدن، یکی میفته بالا فکر کنم. الان درست خیلی فشار بازی بالاست. بله موقعیت میز خیلی خوبه، 20 تا بالاست، 23 تا، تمام تمام، این بیفته تمام. سیاوش مزینی قهرمان 6 توپه آسیا. اوه. دوباره نوچ این یه سه سیاوش رو باید داشته باشیم. بذاریم جلو قهرمان 2022 6 توپ، گوش بدید. بله بله اینم از توپ مشکی که نمیافته. قشنگ بود بازی، قشنگی بود. خب رفقا اینم بود از بازی سیاوش مزینی و امیر سرخوش توی فینال، عرضم به حضورتون که مسابقات 6 توپ آسیایی 2022 مالزی. عجب بازی بود، عجب فریم دیسایدری بود. لطفا اگر خوشتون اومد از این ویدیو لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. برای شروع قصه این کانال رو به دوستای بیلیارد باز و اسنوکر بازتون معرفی بکنیم. دوستتون دارم، خیلی چکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسنوکر، شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسنوکر. لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.